اما شما ببینی متوجه میشه 250 میلیون اسپرم به سمت دهانه مادر حرکت میکنن، 400 تاش به پشتش میرسن، یکیش وارد میشه که میشه یه قلو، دوتاش وارد چه میشه دو قلو. لحظه ای که این کوتوله سفید یعنی همون تخمک و این سوپرنووایی که بهش حمله میشه میخوره به اون، یکیش که وارد میشه در داخل همین یک بیگ بنگ اتفاق میفته. بعد از اینکه بیگ بنگ اتفاق میفته، موجودی که در شکم مادره هنوز هوش نداره، چشم نداره، فکر نداره. بعدش خورشید یواشاش درست این خورشیده پخش شده بر اثر میدان مغناطیسی و عرضم روشون که شتابه های جاذبه نیروهای گریز از مرکز و خیلی چیزهای دیگه، این سیاره ها میرن از خورشید دور میشن و سر جای خودشون قرار میگیرن تو یک مدار مشخصی، یعنی تقسیماتی اتفاق میفته توش. خب خیلی ساده است دیگه، شکم مادر هم همینه، یه سلول به دو سلول، دو سلول به چهار سلول، همینطور میره و بعد سلول ها هوشمندن، یعنی میدونه که مشتری کجا باید بایسته، زحل باید کجا بایسته. تو شکم مادرم همین اتفاق بعد از بیگ بنگ میفته، یعنی اینکه سلول ها 500,000 تاشون میدن برای ناخون، تولید ناخون، قشنگ شعورشون رو دارن که تولید ناخون کجاست. از یک جایی که دانشمندان نمیدونن، اکسیژن یا حیات وارد کره زمین میشه. فهمیدن یک دغدغه است، ولی دغدغه فهمیدن خیلی مهمتر از فهمیدن است.